مسیحیان و ایمان مسیح در مورد اتحاد و یگانگی تعلیم می‌دهند. پس چرا این همه فرقه متفاوت در مسیحیت وجود دارد؟ آیا وجود این فرقه‌ها نشانه عدم وجود اتحاد نیست؟ ما مسیح در مورد اتحاد صحبت می‌کنیم. مسیح هم میگه که ما با هم باید یک باشیم. و این دعایی رو که می‌کنه به خدای پدر میگه همونطور که ما هستیم، بعد اینها هم با من در یک باشن. ولی ما شاهد فرقه‌های مختلف هستیم که انگار این شقاق خیلی زیاده. مثلا توی پروتستانیسم می‌بینیم که شقاق ها و یا گروه های مختلفی هستن که توی این قسمت. من فکر میکنم که یکی از دلایلی که اینقدر سلیقه های مختلف هست به خاطر طبیعت انسان هست. طبیعت انسان طبیعتی هستش که خیلی دوست داره خود مختار باشه. ما خیلی دوست داریم که بگیم که نظر من و دید من از دید دیگران برتر و بهتر هست و شروع میکنم به امر معروف و نهی از منکر و تصحیح کردن دیگران. و خیلی وقتا ممکنه من سلوکیت نداشته باشم. من فکر نمیکنم که قلب خداوند این باشه که بگه که قوم من تجزیه شده هستن و اینقدر پراکنده هستن. ولی با تمام این وجود باید بدونیم که فرقه ها دلیلی که درست شدن به خاطر این هستش که با دیدهای مختلفی و شناخت ها و تفسیر و تعبیرهای مختلفی از یک حقیقت واحد اینها تعبیرهای خودشون رو آوردن و گروه های شدن که امروز ما اونها رو به عنوان فرقه داریم. ما میدونیم که حتی در ادیان مختلف هم فرقه های مختلف هستن. پس بنابراین دلیل برای این نیستش که پیغامی که از مسیح ما داریم میگیریم پیغام اشتباهی هست و اینکه در بین ایمانداران اتحاد نیست. من فکر میکنم که کلیسای بین المللی و کلیسای جهانی مسیح یک کلیسای متحد هست در اینکه اعتقاد دارن که خدای پدر پسر خودش عیسی مسیح رو برای نجات ما فرستاد و از طریق روح القدس امروز ما هست و یار مددکار ما هست و مسیح بعد از مردگان برخاست و فدیه گناه های ما رو داد. کلیسای بین المللی من فکر میکنم که همشون در اتحاد دارن، ولی چیزهای دیگرش هستش که درش فرقهای بسیار زیادی دارن و مهم هستش که فرقها چی هست. همونطور گفتی توی اصول اساسی که به نجات ما ارتباط داره همه ما با هم متحدالقول هستیم، متحدالفکر هستیم و هیچ فرقی با هم نداریم. عیسی مسیح رو به عنوان خداوند و نجات دهنده خودمون قبول داریم و همون مسائلی که برای توی اعتقادنامه های اولیه کلیسا وجود داره ما همه با هم یک دیدگاه داریم. همونطور گفتید خب بعضی از جاهای کتاب مقدس هست که کلام خدا خیلی واضح در موردش صحبت نمی‌کنه. خب ما وقتی که میایم اون بخش‌ها رو، برداشت‌های خودمون رو، پیش‌فرض‌های خودمون رو یا با پیش‌فرض‌های خودمون قسمت‌ها رو می‌خونیم، یک تعلیمی رو ازش استخراج می‌کنیم که 100% روش مطمئن نیستیم و خیلی هم اصرار و تاکید بر اون مسائل داریم، باعث میشه که یک شقاقی به وجود بیاد. این شقاق به معنی از بین رفتن برادری نیست، به معنی اینه که من در این قسمت در یک دیدگاه مشخص با اتون مثلا دیدگاه متفاوتی دارم. شقاقهای زیاد مهمی که شقاقهایی وجود دارن که اونقدر زیاد مهم نیستن، مثل مثلا بازگشت ثانوی مسیح در مورد ربوده شدن. خب همه کلیسا با هم یک دیدگاه رو ندارن. بعضی اصلا ربوده شدگی رو قبول ندارن، بعضی میگن ربوده شدگی به اون صورت نیست، یا مسیح در پیش از 7 سال میاد، وسط 7 سال میاد، بعد از 7 سال میاد، هزاره اصلا به اون معنای لغوی که اینا یک تعاریفی هست یا اون در واقع این برداشتایی هست که ما 100% نخواهیم تونست بگیم که این درست یا اون درسته، چون خیلی مشخص نیستن. یا چه میدونم در مورد مسائل مثل تعمید، یه سری میگن تعمید کودکان به دلایل کتاب مقدسی که وجود داره اون رو قبول دارن، بعضی میگن بعد تعمید در بزرگسالی باشه. بله. این شقاق ها به اون صورت به وجود میاد، ولی همه در برحال در وجود تعمید معتقد هستن، یا همه معتقد هستن که مسیح در برحال خواهد اومد. ایناست که تو این قسمت ها ممکنه دیدگاه های مختلفی داشته باشه. مطمئنم ما 3 نفرم که نشستیم خیلی تفاوت های دیدگاه مختلفی داریم که اینجا با هم دیگه، ولی متحد هستیم، ولی میدونیم که مسیح خداوند ماست، نجات دهنده ماست، مسیح برخواهد گشت، همه تمیز رو داریم و این مسائل. و البته اینجا اینم نباید نادیده بگیریم که به قول ما ایرانی ها میگن با حلوا حلوا دهن شیر نمیشه. اگر هر کسی ادعای مسیحیت یا تعلیم مسیحی کرد نباید اون رو بپذیریم و وارد تعلیم مسیحیت بکنیم، بلکه باید برگردیم ببینیم به کلام خود، چیزی که در تمام دنیا میشه بهش تکیه کرد، در تمام زمان بهش میشه تکیه کرد، و اون چیزی رو که میگیریم باش بسنجیم ببینیم اصلا این شخص واقعا چیزی رو که میگه مطابق کلام خدا هست و باید اصلا روش فکر کرد، ارزش گذاشت که این تعلیم رو با من مسیحیت پذیره. هر کسی که میگه مسیحی هستم به این معنا نیست که مسیحیه. بعضیا اسم کلیسای مسیح روشون هست ولی اصلا انجیل مسیح موعظه نمیشه. پولس رسول هم خیلی رک، خیلی هم آدم بد اخلاقی بود تو این قسمت، میگه که هر کس انجیل غیر از اون انجیلی که من موعظه کردم، حتی یه فرشته از آسمان بیاد و اون رو موعظه میکنه، میگه لعنت بر او باد. اگر پولس رسول
یکی از مردان خدایی که انقدر در دست خدا مفید بود برای اشاعه انجیل، چنین برخورد و روحیه نسبت به انجیل غلط داره، ما باید مطابقاً از او متابعت بکنیم. آفه. اگر یک کلیسایی به اسم کلیسای مسیح انجیل رو داره معرفی میکنه که فیض مسیح توش نیست، بلکه داره اعمال رو اعلام میکنه، انجیل هر نوع انجیل، الان انجیل دیگه ای هستن، انجیل کامیابی، انجیل نام فلان و به ایمان که الان زیاد داره اینجا پخش میشه، این انجیل، انجیل عیسی مسیح نیست. من در برابر برادرم که مثلا تعمید بزرگسال رو قبول داره با محبت برخورد میکنم، میپذیرمش، یا مثلا یا تعمید کودکان رو، یا مثلا آمدن مسیح بعد از 7 سال یا قبل از 7 سال، وسط 7 سال، من برادر و خواهرم اصلا هیچ باش مشکلی ندارم. ولی کسی که انجیل عیسی مسیح رو مخدوش میکنه، بله، این نه تنها برادر من نیست، بلکه دشمن کلیسا از لحاظ روحانی، نه اینکه میگم مثال بزنید بد داشته باشه. مثلا فرقه شاهدان یهوه یک فرقه کاذب هستن که بقیه فرقه های مسیحی متحد فکر هستن که یک فرقه خطرناکه. پس من از عزیزانی که عاشق هستین، عاشقان مسیح، خیلی مواظب و حساس باشید و بدونید که هر کس که میاد بسنجیم از کجا داره میاد، تعلیماتش کجا گرفته، چه اساسی داره صحبت میکنه، چون که رخ نمیشه کرد میکنه. شیطان، کار شیطان همین هستش که میاد یه چیز بنجل رو به عنوان چیز حقیقی نشون میده. و چقدر مهم هستش کسایی که واقعا مسیح رو دوست دارن و پیغام عشق و محبت مسیح در قلبشون جای کرده، حتما حساس باشید و بدونید که واقعا تعالیمی که داره براتون میاد یا بهش رو آوردید خارج از، یعنی اطراف، از کجا داره سرچشمه پیدا می‌کنه. برج مالی یک نکته دیگه هم هستش. شاهدین یهوه هستن یا مثلا مورمون ها، اینا علاوه اونقدر شاهدین یهوه علاوه مدت هاست تو ایران هستن و دارن کار میکنن، ولی اینها فقط خیلی مشخصه، تشخیص دادنشون خیلی راحته، ولی گروهایی هستن که خیلی سخت میشه از مسیح یا تشخیصشون داد. بله. اینه که خیلی مهمه ما بدونیم فرقه های اشتباه چیه. یکی از کورس هایی که معمولا کسایی که دانشگاه الهیات میرن میخونن در مورد بدعت هاست. اول شاید این به این فکر مردم بیفتن که چرا من بیام بدعت ها و تعالیم اشتباه رو یاد بگیرم، چه ارزشی داره؟ خب من تعلیم درست رو بدی، ولی دانستن تعالیم اشتباه ما کمک میکنه که بدونیم تشخیص بدیم که حقیقت چیه و کدوم قسمت حقیقت مطرح نمیشه. من فکر میکنم به فیض خدا، البته با هم صحبت کردم، توی آینده ممکنه یک برنامه‌ای رو داشته باشیم در مورد بدعت‌های مختلفی که خیلی سخت تشخیص دادنش، الان توی کلیسای ایران کم کم داره رخ نمی‌کنه، با هم بیشتر در موردش صحبت بکنیم.